به عنوان هدف، هدف برای زندگی، از شغل گرفته تا انتخاب سبک زندگی، انتخاب رشته درسی، به عنوان هدف ما چی رو انتخاب میکنیم؟ به عنوان هدف ما چی رو انتخاب میکنیم؟ هدف اگر خوب انتخاب بشه، هم انرژی به آدم میده، هم لذت به آدم میده، هم کشش و هیجان در انسان ایجاد میکنه، هم سرعت به آدم میده، هم قدرت به آدم میده. این آثار روحیشه، آثار فکریش هم همینطور. تمرکز به آدم میده، توجه به آدم میده، شناخت به آدم میده، تیز میکنه ذهن انسان رو برای پیدا کردن راه، و راه رو پیدا میکنه انسان. بدترین نوع انتخاب هدف که غالبا اینجوری هدف انتخاب میشه اینه که ما میخوایم بدبخت نشویم. منفعلانه ترین هدفی که انسان میتواند انتخاب بکنه، فاجعه آمیزه. مادرها از این ادبیات خیلی وقتا استفاده میکنن، درس بخون بچه بدبخت نشی، زد نابود کرد بچه. بابای بهش گاهی میگه درس بخون بچه تا بیچاره نشی، بی پول نشی. انتخاب هدف منفعلانه، در واقع انتخاب هدف نیست، فرار. این یه اصلا هدف نیست، فرار از یک سلسله اهداف بد است. گاهی از اوقات انتخاب اهدافهای بزرگ کار غیر واقع بینانه و غیر عاقلانه نیست، اتفاقا کار خیلی عاقلانه ایه. مثلا بدبخت ملتی که بخواد فقط خودشو نجات بده. تو الان باید هدفت این باشه که حجاب خیابونهای فرانسه رو درست کنی. اگه هدفت این بود تو اینجا هم موفق می‌شدی. راه دیگه نداره. هر موقع ما میگیم یه خودرویی بسازیم که نیاز داخلیمون رو برطرف بکنه، قطعاً خودروساز نمی‌شیم. وقتی اگر خواستی یه خودرویی بسازی که با خودروسازان بین‌المللی رقابت بکنه، خب حالا شاید یه موتوری بسازی، دوچرخه‌ای بسازی. فیلم سازان ارجمند، دیگر هیچ فیلم و سریالی برای ایرانی و ایرانیان عزیز نسازند. ازشون تمنا میکنم اگر میخوان کاری برای دین، انقلاب، انسانیت انجام بدن، فقط برای مخاطبان بین المللی فیلم بسازن، فیلمی که با زبان آنها بشه، فیلمی که اونها درک کنن. ما هم میشینیم میبینیم. وقتی که به بچه بگی، به دانش آموز بگی اینا رو خوب بخون، یاد بگیر، باید اینها رو دقیق اجرا کنی، بدبختش کردی. بگو اینا رو خوب بخون، یاد بگیر، باید همه اینا رو عوض کنی. خلاقانه، از اول برای خلاقیت، نه تقلید، نه تبعیت، نه تکرار. مرگ بر تکرار، مرگ بر متوقف شدن. چقدر ما فرهنگ بدی داریم که فقط علیه بدی ها حرف میزنیم. نه، علیه متوقف شدن در خوبی های اندک هم باید فریاد زد. تو هدف رو کم گرفته بودی، الان بزرگ شد، بزرگ شد، خوب شد. میای بریم مقدمه فرج مولا رو فراهم کنیم؟ برخاست. گاهی از اوقات انتخاب اهدافهای بزرگ کار غیر واقع بینانه و غیر عاقلانه نیست، اتفاقا کار خیلی عاقلانه ایه. بدبخت ملتی که بخواد فقط خودشو نجات بده. چقدر ما فرهنگ بدی داریم که فقط علیه بدی ها حرف میزنیم. نه، علیه متوقف شدن در خوبی های اندک هم باید فریاد زد.